به نام خدا و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خانم ها، آقایان، خوش آمدید به بسته خبری هفتم دلو، ششم ربیع الثانی و 27 جنوری سال 2015 میلادی. در ابتدا سرخط خبرها. اعلام آمادگی برای گشایش بزرگترین مرکز کریمینال تکنیک در حوزه جنوب غرب. معرفی دو نامزد وزیر جدید از سوی رئیس جمهور. اعلام رسمی ولایت خراسان از سوی داعش و فلج شدن بخش‌هایی از آمریکا بر اثر بارش شدید برف و طوفان. به مشروع اخبار از استقلال خوش آمدید. من محمد مجید موحد هستم. به زودی نخستین مرکز کریمینال تکنیک در حوزه جنوب غرب کشور گشایش خواهد یافت. مسئولان این مرکز میگویند وسایل و تجهیزات این مرکز کاملا آماده بهره برداری می باشد و آنان برای استفاده از این مرکز منتظر فرمان وزارت داخله هستند. از سوی دیگر معاون نیروهای ناتو در افغانستان می گوید به زودی مرکز کریمینال تکنیک این نیروها که در بگرام موقعیت دارد در اختیار وزارت داخله افغانستان قرار خواهد گرفت. در این لابراتوار ما افراد با تقوا، متخصص، باسواد و تحصیل یافته بعد از آموزش مسلکی و کار گماریده شده. کار این افراد بعد از رخ دادن واقعه جرمی آغاز می شود. اینجا مرکز کریمینال تکنیک زون غرب افغانستان می باشد که قرار است به زودی کارمندان آن کار خود را آغاز کنند. محمد عارف معرفت، مدیر مرکز کریمینال تکنیک در زون غرب کشور می گوید لابراتوارهای ملی هرات به همکاری جامعه جهانی با مدرن‌ترین لوازم تکنیکی و علمی تجهیز گردیده و تمام قضایای جرمی را در سطح ولایات حوزه غرب و جنوب غرب به طور علمی و مسلکی بررسی می نمایند. معرفت می افزاید که این مرکز در پروسه تحقیق برای ارگانهای کشفی، عدلی و قضایی سهولت‌های زیادی را فراهم کرده می تواند و با استفاده از وسایل مدرن کارمندان این مرکز قادر هستند جرم مجرمان را به اثبات برسانند. کار و فعالیت ما با دقت همراه بوده و پرسنل ما البته با دلسوزی و توجه کار خود را پیش میبرند. کار و فعالیت لابراتوارهای ملی هرات انقریب آغاز میشه توسط کارشناسای افغان با همکاری کارشناسای جامعه جهانی. بنابر گفته های محمد عارف معرفت، مرکز کریمینال تکنیک هرات کاملا آماده آغاز به کار می باشد و برای شروع فعالیت خود منتظر فرمان رسمی وزارت داخله کشور می باشد. نتیجه کار و فعالیت ما بسیار مثمر به خاطر خود بود که هیچ بیگناه گناهگار شمرده نمی شه و هیچ مجرمی از چنگال قانون فرار کرده نمی تانه. لابراتوارهای ما دارای 4 آمریت می باشه. آمریت لابراتوار نشان انگشت و تثبیت اویت، آمریت لابراتوار کیمیا، آمریت لابراتوار بالستیک و آمریت لابراتوار دومکس و تدقیق اسناد. جنرال سیمونت، معاون نیروهای ناتو در افغانستان که از این مرکز دیدار می نمود، گفت به زودی یک مرکز بزرگ کریمینال تکنیک در میدان هوایی بگرام که در اختیار نیروهای بین المللی قرار دارد مسدود و تمامی وسایل و تجهیزات لابراتوارهای آن مرکز از طریق وزارت امور داخلی افغانستان در اختیار این مرکز قرار خواهند گرفت. او افتتاح مرکز کریمینال تکنیک در هرات را یک گام مؤثر برای نیروهای پلیس دانست. این اولین مرکز کریمینال تکنیک در حوزه غرب افغانستان می باشد که در بخش های مختلف از جمله بالستیک، کیمیا و نشان انگشت برای 7 ولایت حوزه جنوب غرب کشور فعالیت خواهد نمود. قرارداد ایجاد مرکز آموزش های حقوقی در زون غرب کشور پیش از چاشت امروز از سوی مسئولان دانشگاه هرات به امضا رسید. قرار است این مرکز برای دانش آموختگان حقوق و شرعیات و همچنان کارکنان سکتور عدلی و قضایی برنامه های آموزشی را برگزار کند. این قرارداد ایجاد مرکز آموزش های حقوقی در حوزه غرب کشور است که توسط مسئولان دانشگاه هرات پیش از چاشت امروز امضا شد.
این مرکز به خاطر بالا بردن ظرفیت کارکنان سکتور عدلی و قضایی حوزه غرب کشور در ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه هرات ایجاد شده و قرار است در آینده این مرکز به یک ساختمان مستقل انتقال پیدا کند. هدف از ایجاد این مرکزی است که ما بتونیم ظرفیت کارکنان ادارات سکتور عدلی و قضایی و هم سایر ادارات دولتی و غیر دولتی به اصطلاح افزایش بدیم و در ضمن میخواه خدمات در حوزه فوق لیسانس برای کسایی که از فاکولته های حقوق و شریعت فارغ میشن ارائه کنه. هزینه ایجاد مرکز آموزش های حقوقی حوزه غرب کشور توسط دفتر UNDP در هرات پرداخته شده و تا 3 سال آینده این دفتر مصارف مرکز آموزش های حقوقی از جمله معاش کارکنان و هزینه تجهیزات سنوف آموزشی این مرکز را تأمین می کند. هزینه هایی را دفتر UNDP پروژه دولت حقوق بشر مد نظر گرفته. هزینه هایی برای تجهیزات سنوف درسی، برای در واقع تدوین برنامه ها و ورکشاپ های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین معاشاتی را برای کارمندان اداری این سنتر که این تمام این هزینه ها برای مدت 3 سال خواهد بود. علاوه بر ظرفیت سازی برای کارمندان دولتی، این مرکز سهولت های خوبی را برای دانش آموختگان حقوق و شرعیات نیز فراهم می کند و افرادی که دانش آموخته حقوق و شرعیات هستند می توانند در این مرکز آموزش هایی را در سطح فوق لیسانس فرا بگیرند. دقیقا این مرکز یک گام بسیار مهمی است در راستای انکشاف و پیشرفت دانش حقوق فارغین که فارغ میشن و مؤثرین که در جریان تحصیل هستند. واقعا یک گام بسیار ارزنده و مفیدی است. در واقع امضای توافقنامه راه را باز میکنه تا اینکه دانش آموخته های دانش های علمی مؤثرین انکشاف پیدا بکنه. تفاهم بود بین 15 حقوق و علوم سیاسی و مؤسسه UNDP. هدف از این سمینار این است که سطح حقوقی محصلین 15 حقوق و شرعیات و سارانرالا و وکالای مدافع را بلند میبره و این میتونه که در پیشبرد امور کاری از اینا موثر باشه. هرچند مدتی پیش از این مرکزی تحت نام کلینیک حقوقی در دانشگاه هرات ایجاد شد، اما این برای اولین بار است که مرکز آموزش های حقوقی در سطح حوزه غرب کشور ایجاد میشود. شماری از مغازه‌داران جاده بهزاد پس از مسدود نمودن مغازه‌های خود در یک تجمع اعتراضی شرکت نموده و نسبت به برخورد نادرست کمیسیون انسجام شهری اعتراض نمودند. در همین حال مسئولان قماندانی امنیه هرات میگویند کمیسیون انسجام شهری بنا به مصوبه شورای نظامی هرات ایجاد شده است. شماری از مغازه‌داران جاده بهزاد در مرکز شهر هرات مغازه‌های خود را مسدود کرده و نسبت به اینکه نیروهای پلیس مانع توقف وسایل نقلیه‌شان در این جاده شده اند اعتراض می‌کنند. بنابر گفته‌های این افراد، برخی از سربازان پلیس با استفاده از چاقو تایرهای وسایل نقلیه‌شان را تخریب کرده و حتی برخی از آنها را مورد لاتکوب قرار داده اند. تجمع اوزیتی بیام ده این مردم تایرامر پنچر میکنه و کتر میکنه پلیتامر میکنه و پولیس تایرامر کار زده و بیا که دیگه باسکل که استاد میشه که با سویدا بستانم باسکل پنچر میکنه مرتقه هم بزنن نفره این برادره که چود آماده از به حوز آماده داخل ازی مثلا گفته به داخل پارکینگ نکن دوبله استاد نکن موتور خوب تایید میکنم ما قبول داریم اگه به وسط سرک ما کدام چیز لوازم خوراک که دکون درو گدش ما تایید میکنیم اما به دم دکون خو به پلی دکون خو ولی دروازه دکون خو گدش به برچه اسکر می میزنه میگه شما اید داخل دکون خو بزنید 11 نفر خرج خورم یک هفته میشه دستلافرم ندیدم بعد از حال بیا مدت به حوزه دیوم بزنه تایر من چاک داده به چاخو شده 1000م الان از کجا بیارم 1000 پول کنم خرج خوراک را کجا بیارم. اما مسئولان قماندانی امنیه هرات ضمن رد این ادعا مغازه‌داران جاده بهزاد میگویند از چندی به این طرف کمیسیون تحت نام انسجام شهری به میان آمده و یکی از اهداف این کمیسیون برطرف کردن موانع از سطح جاده های شهر هرات است. از یک هفته به این طرف فعالیت های خود این کمیسیون آغاز کرده که ما چندین جاده مزدحم در شهر پاکاری کردیم به این معنی که کسایی که چرخ داشتن، گاری ها داشتن و یا دکاندارهایی که اموال به پیاده رو ها سد معبر می شده اینا رو پاکسازی کردن که اکثر مردم ما از این امر استقبال کردن و اما متاسفانه یک تعدادی از شهروندان ما که منافع شخصی از اونا بر منافع اولیا
ترجیح میدن و راه مسدود میکنن و صد مبر میشن. سمنوال عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات لتکوب مغازه‌داران توسط نیروهای پلیس را رد کرده و میگوید پلیس تنها برای این افراد اخطار داده است. به هیچ عنوان پلیس صلاحیت حق لتکوب نداره، مطابق به قانون برزو اعلامیه میده، اخطار میده و لوازم از او جمع‌آوری میکنه. هرگاه کسی اگر دست به خشونت میزنه، پلیس برای دفاع خود مشروعیت داره که از خود دفاع بکنه. در غیر از او اینا خادمین مردم خود هستند، هیچ کس مورد آزار و اذیت قرار نمیدن. چند ماه قبل مطابق تصویب شورای نظامی هرات، کمیسیون تحت نام انسجام شهری متشکل از چند ارگان دولتی و ریاست مدیریت ترافیک هرات برای ایجاد نظم بیشتر در هرات شکل گرفت، اما مدتی بعد کار این کمیسیون متوقف شد تا اینکه چند روز پیش دوباره این کمیسیون کار خود را آغاز نمود. با این همه شماری از باشندگان هرات از نوی کار کمیسیون انسجام شهری انتقاد دارند. نامزد وزرای امور خارجه و داخله در ششمین روز ارائه برنامه‌های کاری نامزد وزرا برنامه‌های کاریشان را به نمایندگان مجلس ارائه کردند. همچنین بر اساس حکم رئیس جمهور محمد اشرف غنی افراد جدیدی به حیث نامزدان وزارت عدلیه و اطلاعات و فرهنگ به مجلس نمایندگان معرفی شدند. ما را وادار نسازین که شما را مجبور شویم باز از جلسه اخراج کنیم، اجازه بدین. سرانجام و پس از کشمکش‌های زیاد امروز نامزد وزیران وزارت‌های داخله و خارجه به مجلس نمایندگان حاضر شدند و برنامه‌های کاری خود را ارائه نمودند. پیش از این مجلس نمایندگان فیصله نموده بود که نامزد وزیران دو تابعیته نمی‌توانند شامل لیست وزرا شوند و جنجال اصلی بر سر 7 نامزد وزیری بود که دارای دو شهروندی بودند. در میان این نامزد وزیران صلاح الدین ربانی نامزد وزارت خارجه و نورالحق علومی نامزد وزارت داخله نیز شامل بودند. اما روز گذشته وزارت خارجه با فرستادن مکتوبی به مجلس نمایندگان از سلب شهروندی دوم این دو نامزد وزیر به نمایندگان مجلس اطمینان داد. با آن هم هنوز اختلاف بر سر این موضوع میان نمایندگان مجلس وجود داشت. کسانی که تحصیلاتشان واقعا مشکل داره و دو تابعیته خودشان داره و در مطبوعات منتشر شد، اینجا معرفی شد. دوم، من پرسان میکنم از این اعضای کمیسیون و در رأسش رئیسش، آیا شما یک جمله از قانون تابعیت هلند خواندید؟ یک جمله از قانون تابعیت انگلستان خواندین که شرایط گرفتن تابعیت در این کشورها چیست و شرایط ترک تابعیت چیست؟ از علومی صاحب نوشته کرده بود سفارت هلند که اطمینان میدیم که این آدم دیگه شهروند و طبیعی هلند نیست، مراحلش نهایی شده و دیگه طبیعی نیست. بنابراین ما گفتیم که این را از دید ما خب دیگه رای نداریم، قبول میکنیم و بعدم گزارش خودم میتیم به شورا. سرانجام و پس از گفتگوهای طولانی نمایندگان مجلس با اکثریت آرا فیصله نمودند که صلاح الدین ربانی و نورالحق علومی شامل لیست نامزد وزیران گردند. پس از این فیصله نامزد وزیران وزارت‌های داخله و خارجه برنامه‌های خود را به مجلس ارائه نمودند. همچنین رئیس جمهور غنی نجیب آقا فهیم را به جای احمد سیر مهجور در وزارت عدلیه و عبدالباری جهانی را به عوض آی سلطان خیری جدیداً به حیث نامزد وزیر وزارت‌های یاد شده به مجلس معرفی کرد. با تأسی از حکم فقره 11 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم عبدالباری جهانی به حیث کاندید در پست وزارت اطلاعات فرهنگ و تعیین محترم نجیب آقا فهیم به حیث کاندید وزارت عدلیه منظور است. دو نامزد وزیر قبلی برای وزارت‌های عدلیه و اطلاعات و فرهنگ دارای شهروند دوم از کشورهای غربی بودند. پیش از این 16 نامزد وزیر و رئیس عمومی امنیت ملی برنامه‌های کاریشان را به مجلس ارائه کردند. قرار است فردا یا پس فردا برای نامزد وزیران که برنامه‌های کاریشان را ارائه کردند صندوق گذاشته شود. خبرهای کوتاه داخلی را همکارم خانم علیزاده تقدیم می‌کند. فردی به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر در ولایت هرات بازداشت شد. این فرد آقا گل نام دارد و باشنده ولسوالی انجیل است و در روستای ادران این ولسوالی از سوی نیروهای مبارزه با مواد مخدر بازداشت گردید. از نزد این فرد به مقدار 83 گرم مواد مخدر از نوع چرس و هیروئین به دست آمده است. در حال حاضر این فرد بازداشت و تحقیقات از نزد وی جریان دارد.
در پی عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته بیش از 10 مخالف مسلح کشته شدند. وزارت دفاع ملی در خبرنامه گفته است که در این عملیات 15 مخالف مسلح کشته و 6 تن دیگر آنان بازداشت شدند. خبرنامه افزوده است که این عملیات در ولایت های پکتیکا، هلمند، قندهار، هرات و نیمروز راه اندازی گردیده است. در این عملیات مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. همچنین در حملات نیروهای مخالفان مسلح 7 تن از نیروهای ارتش ملی نیز کشته شدند. در پی واژگون شدن یک موتر مسافربری در ورسواری چک ولایت میدان وردک 6 غیر نظامی کشته شدند. گفته شده که این رویداد شب گذشته در منطقه غنیخیل از مربوطات ولسوالی چک زمانی رخ داد که موتر مسافربری نوع کرولا در نزدیکی بند برق برشنا در زمان عبور از سر پل از مسیر منحرف شد و به دریا افتاد. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک با نشر خبرنامه گفته است که قربانیان این رویداد باشندگان اصلی ولسوالی چک بودند که از کابل به سوی روستایشان در حرکت بودند. تا کنون اما علت اصلی بروز این رویداد مشخص نشده، اما در بیشتر موارد خرابی جاده و بی‌توجهی رانندگان همواره باعث بروز رویدادهای ترافیکی در کشور می شود. یک تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی بین‌المللی کابل بازداشت شد. وزارت امور داخله در خبرنامه گفته است که فرد بازداشت شده شهروند افغانستان است که قصد داشت محموله مواد مخدر نوع هروئین را در پرواز شرکت هوایی کامیر از کابل به کشور هندوستان انتقال دهد. بر اساس خبرنامه از نزد فرد بازداشت شده 1 کیلو و 856 گرم مواد مخدر که در داخل بکس مسافرتی خود به شکل ماهرانه جاسازی کرده بود کشف و ضبط شد. گفته شده که این قاچاقچی مواد مخدر در جریان بازرسی نیروهای پلیس سرحدی مستقر در میدان هوایی بین‌المللی کابل با مقدار مواد مخدر شناسایی و بازداشت شده است. وزارت داخله گفته که این قاچاقچی در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و پرونده او به ارگان‌های عدلی و قضایی فرستاده شده است. رئیس اجرای حکومت میگوید ایجاد اصلاحات در نهادهای ملی یگانه راه برای رسیدن به افغانستان باثبات، دموکراتیک و توسعه یافته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرای این موضوع را روز گذشته در دیدار با اعضای نهاد حرکت ملی افغانستان واحد در کابل بیان کرده گفت افغانستان در وضعیتی قرار دارد که تنها با ایجاد اصلاحات و دموکراتیک سازی نهادهای ملی می شود اعتماد مردم را کسب نمود. پیش از این نیز حکومت بر ایجاد اصلاحات در نهادهای دولتی تاکید کرده، اما به گفته شهروندان افغانستان تا کنون در این بخش هیچ گونه تغییرات به میان نیامده است. 5 مخالف مسلح دولت به شمول 2 شهروند خارجی در ولایت بدخشان کشته شدند. لال محمد احمد زای سخنگوی فرماندهی پلیس این ولایت گفت این افراد شام روز گذشته در پی درگیری با نیروهای امنیتی این ولایت در ولسوالی تگاب کشته شدند. به گفته وی 2 تن دیگر از مخالفان مسلح نیز در پی این درگیری زخم برداشتند. احمد زای می‌افزاید تحقیقات آنان نشان می‌دهد که 2 تن از کشته شدگان شهروندان تاجیکستان و ازبکستانند. به گفته وی در این درگیری به نیروهای امنیتی افغانستان هیچ گونه آسیبی نرسیده است. این در حالی است که روز گذشته جسد یک جوان که توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده بود از کنار سرک در روستای قرغوزی ولسوالی ارگوی این ولایت پیدا شد. گروه طالبان به تازگی با نشر خبرنامه هرگونه مذاکرات صلح این گروه با دولت افغانستان در کشور چین را رد کرده است. در خبرنامه این گروه آمده است که آنچه در مورد میانجیگری کشور چین در مورد گفتگوهای صلح طالبان با دولت افغانستان گفته می شود، باید گفت که امارات اسلامی به موضع قبلی خود پایبند است و هیئت آنها به هیچ کشوری سفر نکرده است. این در حالی است که در این اواخر گزارش هایی در رسانه ها به نشر رسیده که دولت افغانستان به میانجیگری دولت چین مذاکرات صلح با گروه طالبان را آغاز کرده است و از همین رو هیئت گروه طالبان برای مذاکرات به چین فرستاده شده است. دولت چین همواره تمایل به میانجیگری در مورد گفتگوهای صلح دولت افغانستان با گروه طالبان از خود نشان داده است. اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز در اوایل حکومتداریش به چین سفر کرد و با مقام های چینی در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد. بیننده خبرهای خارجی باشید، اما پس از میان برنامه کوتاه.
به خبرهای خارجی از استقلال خوش آمدید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در رأس هیئتی بزرگ شام امروز سه‌شنبه 27 جنوری به ریاض پایتخت سعودی رسید. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در رأس استقبال کنندگان از اوباما و هیئت همراه او در فرودگاه ملک خالد در ریاض حضور یافت. قرار است تا ساعتی دیگر ملک سلمان با اوباما تشکیل جلسه دهند. در این جلسه چندین مسئله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. از جمله پرونده اتمی ایران، مبارزه با تروریسم، اوضاع یمن و اوضاع روسیه. پس از آن ملک سلمان ضیافت شامی برای مهمان خود برگزار خواهد کرد. در آن ضیافت هیئت همراه اوباما که بیش از 30 شخص آمریکایی هستند، علاوه بر مسئولان بلندپایه سعودی و شاهزادگان شرکت خواهند کرد. در هیئت آمریکایی شماری از شخصیت‌ها از جمله کهنه سیاستمداران آمریکایی و رقبای سیاسی اوباما نیز حضور دارند. جان مکن، سناتور جمهوری‌خواه از جمله آنها است. ابو محمد العدنانی، سخنگوی گروه داعش، با اعلام تشکیل ولایت خراسان گفت که این منطقه بخشی از مرزهای این گروه را تشکیل خواهد داد. با گزارش شبکه العربیه، العدنانی در پیامی ویدیویی که منتشر کرده گفته است مجاهدان شرطهای اعلام ولایت خراسان را برآورده کرده اند و بیعت خود را با سرکردی این گروه، یعنی ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده داعش، اعلام کرده اند. این نخستین بار است که داعش منطقه دور از محل حضور اصلی خود را به عنوان یک ولایت تابعه اعلام می کند. العدنانی افزود شخصی با نام حافظ سعید خان به عنوان والی خراسان منصوب شده. همچنین فردی به نام عبدالرؤوف خادم به عنوان معاون والی خراسان منصوب شده است. او از پیروان داعش در آن منطقه خواسته با این دو بیعت کنند. به زعم داعش سرزمین خراسان منطقه‌ای گسترده که شمال بخش‌هایی از پاکستان، افغانستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی میباشد را تشکیل می‌دهد. تصاویر ارسالی از شهر کوبانی واقع در شمال سوریه جشن و شادی پیشمرگان کرد را پس از آزادی آن از دست نیروهای داعش نشان می‌دهد. آزادی این شهر به قیمت جان 800 تن از مبارزان کرد تمام شد. بنابر گزارش‌ها آزادی این شهر با کمک نیروهای پیشمرگ کرد در زمین و بیش از 700 حمله هوایی نیروهای ائتلاف در طی حدود 4 ماه گذشته میسر گردید. در شهر کردنشین دیار بکر واقع در جنوب شرق ترکیه هم صدها نفر پس از اعلام خبر آزادی کوبانی در خیابان‌های این شهر به جشن و شادی پرداختند. در طی چند ماه گذشته صدها هزار تن از کردهای سوریه از بیم حملات داعش به ترکیه گریخته‌اند. یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید حمله موشکی در مارپوپل اوکراین که به کشته شدن 30 نفر انجامید، به شکل عمدی با هدف قرار دادن غیر نظامیان و از منطقه‌ای که در کنترل تجزیه طلبان هوادار روسیه است شلیک شده است و ای این اقدام را جنایت جنگی توصیف نمود. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت ملل متحد اعلام کرد تحقیقات ناظران اروپایی نشان می‌دهد که حمله مرگبار با شلیک‌های از منطقه تحت کنترل شورشیان انجام شده است. به گفته جیفری فلتمن، ماریوپول خارج از منطقه نبرد میان نیروهای دولتی و تجزیه طلبان واقع است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت کسانی که دست به شلیک موشک‌ها زده‌اند، خود خواستند منطقه غیر نظامی را هدف قرار دهند. در حمله اخیر در ماریوپول اوکراین که در کنترل نیروهای دولتی آن کشور است، یک مجتمع مسکونی و یک بازارچه محلی هدف قرار گرفته و 100 نفر نیز زخمی شدند. بنابر گزارش ها یک روز پس از آن حمله، تجزیه طلبان هواداران روسیه آغاز به پیشروی به سوی یک شهر استراتژیک کردند. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفت بخشی از نیروهای ناتو در کنار نیروهای اوکراینی می‌جنگند. آنچه ناتو اتهاماتی بی اساس توصیف کردند و افزود که روسها تنها نیروهای خارجی در اوکراین هستند. بیشتر نیز اتهامهای مشابه برای نمونه در مورد دلیل سقوط هواپیمای مسافربری سرنگون شده مالزی در منطقه تحت کنترل شورشیان در تیر ماه گذشته مطرح شده بود. پیش از این حملات الکساندر زاخارچینکو رهبر جدایی طلبان هواداران روسیه تهدید کرده بود که شبه نظامیان تا مرزهای دونستینگ به پیشروی ادامه دهند. بارش برف و طوفان شدید بخش‌های وسیعی از آمریکا را به حالت تعطیل درآورده است. ساکنان مناطقی که در معرض خطر قرار دارند، پیشاپیش به خرید و انبار کردن مواد غذایی مبادرت کردند. این شدیدترین بارش و طوفان برف در تاریخ آمریکا یاد شده است.
مقام‌های شهر نیویورک اعلام کردند که به دلیل بارش شدید برف و احتمال وزش طوفان شدید موسوم به طوفان جنو به منظور حفظ جان ساکنان این شهر از شامگاه دوشنبه تا اطلاع ثانوی حرکت موترها به استثنای وسایل حمل و نقل خدمات اضطراری ممنوع و سرویس‌های قطار شهری متوقف شده است. پرواز هواپیماها در فرودگاه لاگاردیا در روز سه‌شنبه کاملا متوقف شده و انتظار می‌رود فعالیت فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک نیز به طرز قابل توجهی کاهش یابد. اقدامات مشابهی در شهر بوستون، ایالت ماساچوست به اجرا گذاشته شده و در سایر شهرهای شمال شرقی ایالات متحده هم فعالیت روزانه کم و بیش به حالت تعطیل درآمده است. حدود 60 میلیون نفر از مردم آمریکا در این مناطق زندگی می‌کنند. در ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی، کانتیکات، رودز آیلند، ماساچوست و نیو همپشایر وضعیت اضطراری اعلام شده است. بعضی پیشبینی های هواشناسی احتمال ریزش برف تا حدود 80 سانتی متر را محتمل دانسته است. سازمان هواشناسی ملی آمریکا هشدار داده است که طوفان برف بی سابقه به مناطق شرق آمریکا نزدیک می شود و خطر وزش طوفان با سرعت 130 کیلومتر در ساعت همراه با برف سنگین برخی نقاط را تهدید می کند. هواشناسان گفتند که ممکن است طوفان جنو شدیدترین بارش برف در تاریخ ثبت شده ایالات متحده باشد. در سال 2012 وزش طوفان شدید در سواحل شرق آمریکا همراه با جاری شدن سیل و ایرانی گسترده بر جای گذاشت و مقام های محلی مصمم هستند به منظور جلوگیری از تلفات جانی طوفان جنو اقدامات پیشگیرانه لازم را به کار بندند. اکنون وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار در بازار هرات. فردا چهارشنبه آسمان کابل نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 4 پایین ترین منفی 13، هرات نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 10 پایین ترین منفی 1، مزار شریف ابری بارانی بلندترین درجه حرارت 6 پایین ترین منفی 1، قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 12 پایین ترین منفی 1، جلال آباد نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 14 پایین ترین 0، غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت منفی 2 پایین ترین منفی 15، بامیان ابری برفی بلندترین درجه حرارت سه پایین ترین منفی 16. یک دلار آمریکایی خرید 57 افغانی و 20 پول، فروش 57 افغانی و 25 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 64 افغانی و 50 پول، فروش 64 افغانی و 80 پول. یک پوند انگلیسی خرید 85 افغانی، فروش 85 افغانی و 30 پول. هزار تومان ایرانی خرید 16 افغانی و 50 پول، فروش 16 افغانی و 55 پول. هزار کالر پاکستانی خرید 561 افغانی، فروش 562 افغانی. هزار روپیه هندی خرید 920 افغانی، فروش 930 افغانی. یک درهم امارات خرید 15 افغانی و 45 پول، فروش 15 افغانی و 55 پول. یک ریال سعودی خرید 15 افغانی و 10 پول، فروش 15 افغانی و 20 پول. در اخیر مروری دوباره داریم بر سرخط خبرها. اعلام آمادگی برای گشایش بزرگترین مرکز کریمینال تکنیک در حوزه جنوب غرب. معرفی دو نامزد وزیر جدید از سوی رئیس جمهور. اعلام رسمی ولایت خراسان از سوی داعش. و فلج شدن بخش‌هایی از آمریکا بر اثر بارش شدید برف و طوفان. بینندگان عزیز، این بود بسته خبری که به سمع و نظر شما رسانیده شد. من و سایر همکارانم در تیم خبر اوقات خوشی برایتان آرزو می‌کنیم. شاد، پیروز و موفق باشید. We'll be right back.